سلام، وقت بخیر. تو محیط راینو شما با چند حالت میتونید مدل سازیتون رو انجام بدید؟ یه سری از این محیط‌های دو بعدی هستن، یعنی ترسیمات دو بعدی رو داره شما انجام میده و یه زمانی هست شما می‌خواید ترسیمات سه بعدی انجام بدید. و یکی از دستوراتی که برای اینکه میتونید شما ترسیمات دو بعدیتون رو تبدیل به ترسیمات سه بعدی بکنید، دستور اکسترود هستش. قراره تو این قسمت با هم دیگه دستور اکسترود رو تمرین کنیم. برای این کار اولین مرحله اینه که شما باید یک کرو داشته باشید. من میرم و از توی تصاویرم یه دونه این بومرنگ رو میارم و میندازمش روی صفحه. تو وقتی که تصویر میارید یکی از این بهترین حالت‌ها اینه که قفلش بکنید که توی صفحه هی تکون نخوره که موقع ترسیماتتون رو به هم بزنه. و من برای کشیدن کرو میام از دستور اینترپولیت پوینت استفاده میکنم و شروع میکنم دور تا دور کار رو کشیدن. به این ترتیب من میام تصویرم از حالت لاک خارجش میکنم و این کروم رو نگاه میکنم توی قسمت Object Properties و کلوزید کرو زده. کلوزید کرو مناسب برای اکسترود. از این کروم چند تا کپی میگیرم که مدلای مختلف اکسترود رو با هم دیگه تمرین کنیم و میریم تو قسمت پرسپکتیو و دستور شیدم میزنیم. خب بذار من اینو یه 90 درجه بچرخونم. دستور اکسترود تو این قسمت که مربوط به سرفیس ها قرار داره، یعنی وقتی شما این صفحه رو باز میکنید با 4 نوع اکسترود مواجه میشید که هر کدومش برای جای مناسبی هستش. یعنی شما میتونید از تمام اینها توی طراحیاتون استفاده کنید. دستور اکسترود اول رو میزنیم. این اکسترود توی خط صاف برای شما اکسترود رو انجام میده. اولین مرحله کرومون رو انتخاب میکنیم. برای دستور اکسترود میتونید در آن واحد چند تا کرو رو با هم انتخاب کنید. مثلا نگاه کنید الان من اینم انتخاب میکنم بدون اینکه هیچ گزینه دیگه ای رو روی کیبوردم بگیرم و یا مثلا کاری انجام بدم. به تعداد بسیار زیادی میتونیم کرو ها رو انتخاب کنیم. وقتی که انتخابش کردیم اینتر میکنیم. مرحله بعد برای ما در مورد ارتفاع اکسترودمون میپرسه که اونو میتونیم یا عدد بزنیم یا میتونیم به صورت چشمی باشه. توی این قسمت بالا یه بوث ساید داریم که زمانی که نو هست فقط از یک سمت داره اکسترود رو برای ما انجام میده و زمانی که یسش بکنیم از هر دو سمت برای ما اکسترود رو انجام میده. تو تصویر میبینید. و یه گزینه که خیلی مهم هستش گزینه سالید هستش. شما زمانی که گزینه سالید رو بزنید برای شما یه حجم توپر داره اکسترود میکنه. بذارید این رو من پاک کنم و یه بار دیگه دستور اکسترود رو اجرا کنم. این دفعه دستور سالید رو من نمیزنم. نگاه کنید با یه حجم تو خالی ما مواجه میشیم. اگر یه موقع بر اثر یه اتفاق یادتون رفت دستور سالید رو بزنید میتونید بیاید اینجا آبجکتتون رو انتخاب کنید. توی این قسمت کپلنر هول رو بزنید. زمانی که این رو بزنید برای شما آبجکتتون رو توپر میکنه، سالیدش میکنه. موضوع بعدی برای اکسترود ها استفاده از یک لاینه. یعنی شما میایید هول یک خط اکسترودتون رو انجام میدید. من میرم تو پنجره فرانت و یک کرو میکشم به این ترتیب. حالا دوباره دستور اکسترود رو میزنیم. البته اینطوری اکسترود الان کرو. توی مرحله اول دوباره ما باید سطح مقطعمون رو انتخاب کنیم. سطح مقطع رو انتخاب میکنیم، اینتر میکنیم. دوباره میتونیم سالیدمون رو یس یا نو بکنیمش و بعد از اون از ما میخواد مسیر رو براش انتخاب کنیم. به این ترتیب نگاه کنید الان ما یه سطح مقطع داریم اما اکسترود ها و خروجی های سبودی متفاوتی داریم. یه دستور دیگه که تو اکسترود داریم اکسترود با زاویه هستش. یعنی ما میایم اکسترودمون رو تحت یک زاویه ای انجام میدیم. دستور رو اجرا میکنیم. از توی مرحله اول باز از ما میخواد کرومون رو انتخاب کنیم.
و تو این قسمت میتونیم بهش زاویه بدیم. اگه زاویه مثبت باشه دهنه کارمون باز میشه، و اگه زاویه منفی باشه دهنه کار بسته میشه. نگاه کن، زاویه مثبت دهنه کار باز و زاویه منفی دهنه کار بسته. متناسب با نیازتون شما میتونید کارتون رو انجام بدید. و آخرین اکسترودی که تو اینجا داریم، اکسترود بر اساس اینه که بر ما میرسونه به یه نقطه کروبمون رو، یعنی کروبمون هر چقدر بزرگ باشه ما با هر ارتفاعی که داشته باشیم اون رو بر ما میرسونه به یک نقطه. تا اینجا مدلای مختلف اکسترود رو با هم دیگه تمرین کردیم. فقط یکی دو تا نکته داریم دستور اکسترود. نگاه کنید، ما یه زمانی هستش که یه کروبی رو داریم به این ترتیب، یعنی کرو ما با اینجا دیدید ما کرومون رو که انتخاب میکردیم برامون میزد کلوزید کرو، ولی الان کرو رو که انتخاب میکنیم زده اوپن کرو. زمانی که اینو بخوایم اکسترود کنیم و دستور سالیدم بزنیم، نگاه کنید اکسترود رو برای ما سالید نمیکنه. حتی اگر بیان کپلنر هم براش بزنیم این اتفاق نمیفته. حتما اگر خواستید اکسترود بسته‌ای داشته باشین این قسمت رو ببندید، و حتما هم باز میگم حتما اسنپات روشن باشه و از طریق اسنپاتون این کار رو انجام بدید. حالا نگاه کنید وقتی که دستور اکسترود رو انجام بدید و یه سالید رو هم بزنید دیگه بسته است. تا قبل از راینو 6 شما حتما باید کرپ هاتون رو برای وقتی که چند نوع کرو داشتید مثلا یک فرمی داشتید، زمانی که میخواستید این رو اکسترودش بکنید حتما باید اینها با همدیگه یک پارچه بود، یعنی شما زمانی که انتخاب میکردید به شما یه خط نشون میداد و میزد کلوزید کرد. ولی الان تو راینو 7 شما زمانی که بیاید اینو به تنهایی هم انتخاب کنید و اکسترود رو انجام بدید و سالید رو بزنید برای شما محیط رو بسته میکنه. ولی گفتم بهتون اگر توی راینوهای مدل پایین تر دارید باید حتما این کرب هاتون با هم دیگه جوین بشه، یعنی کرب ها رو انتخاب کنید دستور جوین رو بزنید تا کربتون یک پارچه و بشه کلوزید کرب. یه زمانی هستش که شما یه حجمی رو کشیدید، مثلا الان همین بوم رنگمون رو من کربم بیارم این بر و یه آفست هم ازش بگیرم. شما نمیخواید این حجم داخلی رو داشته باشید، بلکه میخواید یه حالت ضخامت طور داشته باشید، مثل ضخامت دیوار. برای این حالت حتما باید هر دوتا کرو رو با هم انتخاب کنید، هر دوتا کرو تو یک ارتفاع باشن. یعنی اگر ما بذارید من اینتر اول یه اکسترود بکنم، اکسترودش کردم، سالیدش رو یست کردم، نگاه کنید برای شما یه حجمی رو برای شما با پوسته با یک ضخامتی ایجاد کرد. حالا اگر وقتی که میگم توی ارتفاع باشه، یعنی اگر این اینجا باشه این اینجا باشه، زمانی که هر دو رو با هم انتخاب کنید و دستور اکسترود رو بزنید نگاه کنید دو تا حجم متفاوت براتون انجام میده. پس اگر یه زمانی اومدید یک چنین کارهایی رو کردید و اکسترودتون رو انجام دادید و این اتفاق نیفتاد، یعنی یک جسم یک پارچه نداشتید، دو تا جسم جدا از هم داشتید، بدونید که حتما یه جایی از کرواتون مشکل داره. و اولین چیزی هم که چک میکنید اینی که ببینید که هر دو تا کرو توی یک ارتفاع هستن یا نه. امیدوارم تا اینجای آموزش براتون مفید بوده باشه.